سلام خوش اومدید به کلاس درس در ویدیو قبل با هم دیدیم که اگر من یک نیروی به یک جرمی که روی یک سطح زمین قرار داره وارد بکنم و این نیرو برابر F باشه تا موقعی که این جرم من حرکت نکرده یک نیروی استکاکی بر اون وارد میشه که مانع از حرکت جرم من میشه و من به اون نیروی استکاک میگم نیروی استکاک ایستایی و اندازش رو هم فهمیدم در حقیقت بردارش رو فهمیدم چطور میتونم به دست بیارم طبق قانون دوم نیوتن برایند نیروهای وارد بر این جسم در راستای افقی برابر میشه با ام ضرب داره شتابش در راستای افقی پس من میذارم مثلا x یعنی راستای افقی و بنابراین بردار f و علاوه بردار fs باید مساوی باشه با صفر چون این جرم من ساکن هست این هم برداره و بنابراین من نتیجه گرفتم که اندازه نیروی استکاک ایستایی یعنی FS مساوی هست با اندازه بردار F و جهتش دقیقا در جهت عکس هست بنابراین اگر من بخوام نمودار اندازه نیروی استکاک رو بکشم یک همچین حالتی میشه یعنی از وقتی که نیرویی که من وارد میکنم صفر باشه نیروی استکاک هم صفره و وقتی که نیرویی که من وارد میکنم مثلا این نقطه باشه نیروی استکاک هم دقیقا برابر با همون هست و به همین ترتیب این دوتا کاملا با هم برابر هستن و برابر پیش میرن بنابراین اندازه نیروی استکاک تا پیش از حرکت جسم دقیقا برابر با اندازه نیروی هست که من وارد میکنم و این ادامه پیدا میکنه تا نقطه ای که من برسم به نقطه آستانه حرکت که با هم در ویدیو قبل دیدیم چی هست نقطه آستانه حرکت نقطه ای بود که در اون نیروی استکاک ایستایی به حد اکثر مقدار خودش یعنی اف اس می رسید که دقیقا برابر بود با میو اس ضریب استکاک ایستایی ضرب در نیروی عمودی تکیگاه ما تا اینجا رو داستانش رو در ویدئوی قبل با هم بررسی کردیم و دیدیم که چطور نیروی اندازه نیروی استکاک با نیرویی که من وارد میکنم تغییر میکنه و دائم زیاد میشه زیاد میشه تا برسه به حد اکثر نیروی استکاک ایستایی ممکن حالا میخوایم از اینجا به بعد فیلم رو با هم ادامه بدیم و ببینیم که وقتی که جسم حرکت رو شروع میکنه چه اتفاقی میفته که اتفاقا اتفاق خیلی جالبی هست ببینید وقتی که جسم من شروع میکنه به حرکت کردن یعنی به محض اینکه یک سرعت وی خیلی خیلی کوچیکی میگیره جسم من و روی این سطح حرکت میکنه انگار که این چرخ هایی که ما نیاز بود نیروی خیلی زیادی بهشون وارد بکنیم که غلبه بکنیم بر مقاومت اونها و این اتم هایی که اینجا با هم برخورد میکردن و همدیگر رو جذب میکردن دیگه نیروی کمتری دارن وارد میکنن و من دیگه نیاز ندارم که بر اون نیروی خیلی بزرگ حد اکثر نیروی استکاک ایستایی غلبه بکنم و نیروی استکاک ناگهان افت میکنه و مثلا تبدیل میشه به یک چیزی در این حد یعنی نیروی استکاک ناگهان کم میشه و این تجربه که به راحتی میتونید کسب بکنید یعنی برید یک جسم،, جسم, سنگین رو روی زمین قرار بدید و شروع کنید فشار دادن فشار دادن میبینید که به محض اینکه جسم حرکت کرد دیگه حرکت دادنش راحت تر هست و انگار دیگه قفلش شکسته شده و نرمتر حرکت میکنه و علتش هم دقیقا همین اتفاقهایی است که در حوزه ملکولی داره رخ میده و دیگه غلبه بر اون پیوندهایی که تا قبل خیلی محکم بودن در طول حرکت راحت تر هست و بنابراین یک نیروی استکاک جدیدی پدید میاد که ما اسمش رو میذاریم نیروی استکاک جنبشی و با اف کی نشون میدیم کینتیک و به این میگیم نیروی استکاک جنبشی که اندازه نیروی استکاک جنبشی باز هم طبق آزمایش های فیزیکی که ما انجام میدیم هست میوی کی که, که به جنس سطح ربط داره و ما بهش میگیم ضریب استکاک جنبشی ضرب داره نیروی عمودی تکیگاه یعنی این دوتا نیرو حد اکثر نیروی استکاک ایستایی و نیروی استکاک جنبشی اینشون با هم مشترکه ولی نیروی استکاک جنبشی ضریب استکاک جنبشی داره که این میو کی کوچیکتر هست از میو اس معنیش این هست که نیروی استکاک جنبشی کوچیکتر هست از حد اکثر نیروی استکاک ایستایی و بنابراین از اینجا به بعد نیرویی که نیروی استکاکی که به جرم من وارد میشه ثابت و برابر میوکی ضرب در ان هست و دیگه تغییر نمیکنه با افزایش این نیرو و در نتیجه وقتی که من این نیرو رو دارم زیاد میکنم عملا دارم برایند نیروهای وارد بر جسم رو دیگه تغییر میدم و اینطور نیست که دیگه ثابت و صفر باقی بمونه من اگر بخوام این نمودار رو ادامه بدم باید اینجا بپرم پایین مثلا یک همچین نقطه ای که این نقطه نقطه F کی هست یعنی نیروی استقاک جنبشی و از اینجا به بعد دیگه هر چقدر من نیرو رو زیاد بکنم نیروی استکاک تغییری نمیکنه پس از اینجا به بعد این سناریوی ما این شکلی هست یعنی شما به محض اینکه جسم رو حرکت بدید دیگه نیروی استکاک ثابت و برابر نیروی استکاک جنبشی هست که اون هم از این رابطه به دست میاد و رابطه مستقیم داره با جنس سطح که هر چقدر تر باشه کوچیک هست این عبارت. و همچنین رابطه مستقیم داره با نیروی عمودی تکیهگاه بر اون جسم و نکته جالبی که این پدیده داره اینه که اگر شما نیروی حد اکثر استکاک ایستایی رو وارد بکنید در جسم و بعد یه خورده جسم رو فوت بکنید که جسم حرکت بکنه در این صورت بعد از اینکه جسم شروع بکنه به حرکت کردن برایند نیروهای وارد بر جسم رو من میتونم بنویسم که برابر هست با اف اس مکس یعنی در حقیقت این اف برابر میشه با اف اس مکس در همین راستا یعنی میشه منفی اف اس مکس در این راستا بنابراین برایند نیروهای وارد بر جسم میشه منفی اف اس مکس یعنی این نیروی اف به علاوه f K یعنی نیروی استقاق جنبشی که این باید مساوی باشه با M ضرب در شتاب من از این نتیجه میگیرم که شتاب جسم مساوی میشه با F K منفی F S مکس تقسیم بر جرم که این عبارت صفر نیست چرا؟ چون این F S مکس من بزرگتر هست اندازش از FK من و در حقیقت یک نیروی برایندی در این راستا داره به جسم من وارد میشه دقت بکنید که وقتی که FK در این راستا هست و من اون رو کم میکنم از منفی FS Max یعنی جمعش میکنم با این بردار F عملا در نتیجه برایند نیروها در این راستا خواهد بود و بنابراین جسم من دیگه با شتاب حرکت خواهد کرد یعنی نه تنها حرکت میکنه که با سرعت ثابت هم حرکت نمیکنه بلکه شتاب میگیره و حرکت میکنه و اگر من بخوام با سرعت ثابت حرکتش بدم لازم دارم که این اف رو کوچیکتر بکنم و برابر با این نیروی استکاک ایستایی قرارش بدم تا برایند نیروهای وارد بر جسمم صفر بشه و از اون به بعد جسمم با سرعت ثابت حرکت بکنه